برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دانشمندان یک شاخه قدیمی و مدفون شده از رود نیل را کشف کردند که روزگاری در کنار اهرام مصر جاری بوده است. طبق تحقیقاتی که روز پنج شنبه این نتایج را فاش کرد، یک شاخه از رود نیل به طول 64 کیلومتر که هزاران سال است زیر شنهای بیابان و زمینهای کشاورزی پنهان بود، از کنار مجموعه معروف اهرام جیزه و دیگر عجایب مصر عبور می کرده است. کشف این رودخانه نشان می‌دهد که چرا این 31 هرم دره نیل بین 4700 تا 3700 سال پیش در امتداد یک نوار بیابانی که امروز غیر قابل سکونت است بنا شدند. هرم بزرگ جیزه تنها بنای بازمانده از عجایب هفتگانه جهان باستان و همچنین اهرام خفره، خئوپوس، میکرونیوس و همگی در این نوار بیابانی که در نزدیکی منفیس پایتخت مصر باستان قرار دارد ساخته شدند. بر اساس بیانیه آنروا، از زمان آغاز حمله نظامی به رفح در 6 مه بیش از 630 هزار نفر مجبور به ترک منطقه شدند. وزارت بهداشت غزه روز جمعه اعلام کرد که حداقل 35303 نفر فلسطینی در حمله مداوم اسرائیل به غزه از 7 اکتبر سال گذشته تا کنون کشته شدند. در بیانیه این وزارتخانه آمده است که 79261 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. با گذشت بیش از 7 ماه از جنگ اسرائیل، بخش‌های وسیعی از غزه در میان محاصره فلج کننده مواد غذایی، آب سالم و دارو ویران شده است. وزارت بهداشت عراق از ثبت 39 مورد تایید شده تب کریمه کنگو از ابتدای سال تا کنون و 5 مورد فوتی بر اثر ابتلا به این بیماری خبر داد. سیف البدر سخنگوی وزارت بهداشت عراق موارد ابتلا به این بیماری و فوتی ها را در استانهای زیقار، نینوا، واسط، بغداد، بابل، میسان، الرصافه، کرکوک، نجف و اشرف و المثنا عنوان نمود. وی تاکید کرد هیچ مورد ابتلا یا فوتی در استانهای بصره، کربلای معلا، دیالی، سلیمانیه، اربیل، دهوک و دیوانیه ثبت نشده است. سیف البدر با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تمام تجهیزات و سالن‌های تشخیصی را برای جداسازی موارد مشکوک فراهم کرده است، خواستار توجه به علائم و مراجعه زود هنگام به مراکز بهداشتی برای تشخیص این بیماری شد و اعلام کرد این بیماری در مراحل اولیه شامل تب و درد در نواحی مختلف بدن است. در ادامه درگیری‌ها میان طالبان و نظامیان پاکستانی در مناطق مرزی استان پکتیا در جنوب افغانستان، تلفات زیادی بر غیر نظامیان در این استان وارد شده است. منابع روز جمعه 28 اردیبهشت گفتند که در پی شلیک‌های سنگین نظامیان پاکستانی به بخش‌هایی از این استان، 5 غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. 2 کودک و 1 زن از جمله کشته شدگان این حملات هستند. این در حالی است که طالبان و نظامیان پاکستانی از 4 روز به این سو در مناطق مرزی استان پکتیا با هم در حال نبرد هستند. در حالی که از سیلاب‌های مرگبار استان بغلان افغانستان چند روزی نگذشته، سرازیر شدن سیلاب در 4 استان غربی این کشور تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشته است. منابع محلی در استان‌های غور، هرات، بادغیس و فاریاب می‌گویند که 12 نفر در پی سرازیر شدن سیلاب در این استان‌ها جان باخته و چندی نفر دیگر هنوز ناپدید هستند. این سیلاب ها که روز جمعه 28 اردیبهشت سرازیر شد، بیش از 400 مغازه و 300 خانه در غور را تخریب کرده و صدها هکتار زمین زراعتی را نابود کرده است. همزمان شماری از ساکنان غور میگویند که وقوع سیلاب در این استان به منار جام، بنای مشهور تاریخی این استان، آسیب رسانده است.
به گفته آنها منار جام آسیب جدی دیده و در خطر فروریزی قرار دارد.